قربون دستشون درشت شده رو دیزار بزازید. اینا همشون ریزه، اصلا درشتشون نیست. مرزی خانم، میوه درخت باغچه پنیر که نمیلن جلو خواستگاره. یه بارگی میگفتی برم بکنم بیارم بخورم. به من چرا میگن؟ به شیری خانم بگن که نذاش میوه بخری. نه به او دفعه تو، نه به ای دفعه. این قاطی زده نگاه چی میوه ریزی. اصلا قاطی بده ما گیتی. یه چیزیه تو مایا دیگه. چی نرمون ول نکن میافتن داغون. میخوام تو گیر بری توتی بس چیکار میکنی؟ ایدی هنر دست شیرین خانم. من میگم آقا اصلا ولش کن بذار اون بالا برا خودش حال کنه. فون کلاس هم داره میدونی میگم میای تو شما. خانم قربون دستتون پیش دستیارم بیار همون گرگون بذار نه. بس یه این تکون نده. یه این تکون من تا میام این بگیرم تا این تکون بده. با من میگم اصلا شما بیا پایین من میرم بالا خب؟ بدون برادر عروس خواستگاری ممکنه اولی بدون پدر عروس که دونت گاز بگیره وای وای تاریک خونده درست کرده سرور خانم تو بخدای چهار چراغ روشن بکن برا شیری خانم اجازه ندادم من چراغ روشن کنم خصیصی مثل مرز افتاد به جان خونواده دقیقا این مرز همون ویروس گلوس مرز افتاد بس میبارد نیستم که نردمو بر نکن بسه دیگه بیا برو همون منو مهمونا میاد شیری اونجا نشسته میگه آب مصرف نکن خب حداقل برو این لباسات رو عوض کن خدا همه رق تو صد آشغال هیچی برام اون نذاشه تو رو خدا زود باشین نکن مزاحم بیا پایین من میترسم یه آخرش آبرو ریزی ندارم میگیرش گرفت نکوشید شیری خانم حواست کجا الان میانا چش ماما شیری بابا ای به دلت نیست زنگ میزنم میگن میانا نه بیان بابا مطمئنی کن ببینمت جون بابا به دلت نیست بابا ای به دلش هم نباشه به دلش میشه میگم ما روز اول میخواستیم هر روز بشین چیکار کنیم به دلمون بود اینا خانواده منن خانواده عزیز و دوست داشتنی من امروز براشون روز مهمیه برا همینم ایجای قشلوق بلوغه این اولین خواستگاری من نیست اما اولین خواستگاریه که قراره به نتیجه برسه کسی مجبورم نکرده که امروز بله رو بگم خودم خواستم که خواستگارا بیام شاید فکر کنین اگه ایتار پچه ایقا بیتفاوتم داستانش خیلی مفصله همه چی اگه سفر علمی شروع شد همین سفری که الان داریم میریم اینم سپیده دوست میمی من بچه فقط هر که هر کاری داره زودتر شیری یه خبر بعد شنو شد دستیش خیلی کسیفه یه فرند استاد رازیانی مشاهده شده نه به جون شیری تو یکی ماشین بود یکی گفته و نمیان خب حتما دیگه دوست داشته اومده بابا من این بفهمه خیلی نمید میشه راست میگی بخوای برگرد جدی برگرده نه بمشی تقصیر تو که نبوده بیبریم دوری بزنیم چی تو شو استاد رازیانی رو ویلش گرفتی هم؟ من چه میدونم مردو کلا اینجوری هم یه های تصمیم شو عوض میشه برا همین نبود من جلد اشکا به زور هدلدی توی ماشین من؟ که نبینم که سوار او یکی ماشین میشن شیرین داری انگ میزنی من علی کی گفتم استاد رازیانی میاد فقط دکتر نیکختر این که من میاد. گفتم که من بکشونی اینجا با خوشیرین من هر کار کردم من کار میخوشستم من با پدرم قول داده بودم که اگه استاد رازیانی باشه به این سفر نرم حتی اگه واحد من بیافتم شیری چی میگی؟ دیوون بازم فکر کن واحد میافتی یا چاره ندارم به بابام قول دادم زدال زدال من نیستم استاد رازیانی بفرما نیست بچه در کارگاه وابون من چه میدونم شیرین با بیا بریم حتما حکمتی توشه استاد ببخشه من متاسفانه نمیتونم بیام که بید بیزمه برام غیبت بزنین عوضش یه مقاله تو اینترنت پیدا کردم درباره اکوفیلوسوفی ترجمهش میکنم بیام خدمتتون که اگه بشه این واحد هم نیفتن خیلی ممنون خدا خانم شیرین رازیانی بچه استاد رازیانی رو ندیدی؟ آقای رازیانی کجایی پس؟ آقای وای این چیه؟ این چیه؟ آقای مهرائین بله استاد آقای مهرائین یه دقیقه تشریف بیارین عزیزم بله جانم
آخه این چیه؟ این چیه؟ روغن چکه کرده. چکه کرده؟ این شره است. چکه چیه؟ من جای شما بودم واقعا شطور میروندم فداد کرد. خیلی انسانی تره. اینجوری لاغر روغن به این طبیعت نمیزنه. وزیر چی کار میکنه شما؟ آخه شما نگاه کنید خانم نیکختر. ببینید این دفعه چندمه؟ وای همه کفش چیه اینجا؟ حیفه این کفشا نیست اون بندای هولناک پلاستیکی رو بهش انداختین؟ اون چیه؟ اون کیه؟ نه تو نه اون یکی اون یکی اون کیه؟ من نمیدونم. اگه بابا میدونست من و استاد رازیانی یه جا بودیم اونم تو دل کاروانسرا قدیمی، ولی بگم اونم میدونست اینجور میشه. من هیچی نمیم برم ماما. می دستایی که نبری ماما خود چیکارش داری بچه شد دلش میخواد نبار. من خودم همه اینا میخوام. خب من یه روزه یه خوراکی میتونم بخورم. کاری نیست بد سپیده میخورم ببر ماما اوجی با بچه با چقدر شلوغش میکنه نبار. خدا کاش که من سپیده بودم. نگاه ای گذاشت ما رو به الاخر ببینیم ایتیم مسکرمون چکار میکنم. آقا میخوام اینجور ببینم اشکالی داره خانم؟ ای بابا بابا همچین جنس ریزون میشه انگار الان بارسلونا 6 تا یوونتوس خورده. شما خودتون گفتین که اگه استاد رازینه موافق من برم. حالا هم که حرفی ندارم بفهم. خب به چرا اینقدر بد اخلاقه؟ تا کجا مطمئنی آقا نمیاد؟ ها نمیاد میدونی؟ نمیاد ولی دکتر نیکخت اجازه بیاد. اصلا چرا نمیاد؟ چطور شد یهو آقا نیتش عوض شده که نیاد؟ من گل زدم. خب لابد براش کار پیش اومد. چه کاری براش پیش مونده؟ هیچ کاری براش پیش نمیمونده. این آقا فقط فهمیده تو اینجا میمونی، خودش هم مونده معلوم نیست چه نقشه‌ای تو کلش. اون قدرم آدم بده نیست که شما میگین. هست. خیلی بیشتر از چیزی تو فکر میکنی. اصلا همون بهتر شما بری به این سفر علمی، به خاطر اینکه هر نقشه‌ای تو کلش نقشه برات بشه. اگه خوبه من برام تو چقدر نگرانه. اوه من نمیدونم یه حس بدی به من میگه این وسط یه چیزی داره خراب میشه. به هر حال الان اون کار اساسی نیست، سنبل کاریه. اون واشرش باید عوض شه. بچه‌ها سلام خانم قنات. من میگم چرا امروز طبیعت یه جور دیگه ای حالش خوبه ها. نگو مهمون ویژه اومده براش. خیلی صریح و قاطع و البته سریع گفتین که نمیخوایم بیاییم. واسه طبیعت باید دوست خانم قنات تشکر ویژه کن هر جور بود آوردش. خب تشکر ویژه از دوست خانم قنات که آوردش. میام واسه شما امروز حالتون خیلی خوبه. بله بله چرا که نه. امروز من با انگیزه بیشتر، با عشق بیشتر، با همه وجود و احساس و قلبم درباره طبیعت و کبیر میخوام صحبت کنم. تا الان بهتون خوش گذشته بچه ها؟ بله. خیلی خوب. برنامه امروزمون اینه که تا غروب آفتاب همینجوری چند تا جای شگفت انگیز رو با هم دیگه میریم میبینیم. حرفای جدی درباره انرژی‌های پاک میزنیم، به آغوش طبیعت میریم، باهاش معاشرت میکنیم، ازش انرژی میگیریم و بهش انرژی میدیم. یه خودم از این تنقلات طبیعی میتونید داشته باشید بچه ها. بله 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 بفرمایید. خانم 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 سپیده خانم سپیده خانم سپیده خانم سپیده شما خانم نیکخته نه چشماتون رو باز کنید و با همه وجود شکوه آفرینش رو ببینید. از نزدیک خجالت نکشید، با طبیعت خدا معاشرت کنید، بهش سلام کنید، بذارید جوابتون رو بده. سلام خانم کبیر. سلام خانم کبیر. و حالا گوش کنید، داره بهتون جواب میده. بانوی زیبا، سخاوتمند و مهربان کبیر امروز با بهترین، پاکترین، نابترین و عزیزترین انرژی های دنیا میزبان ماست. انرژی باد و انرژی خورشید، انرژی های پاکی که هیچ جا را آلوده نمی کنند. انرژی باد قابلیت تبدیل به الکتریسیته رو داره. انرژی خورشید رو میشه ذخیره کرد به میزان دلخواه، میشه ازش گرما و الکتریسیته گرفت. نفت رو میشه دزدید، واسه همین هم آدم رو بدبخت کرده در طول تاریخ، همیشه میکنه. ولی انرژی باد رو نه. آه آه نمیشه. نگاه کن. آه آه انرژی خورشید نمیشه دزدی. اصلا چرا دزدی؟ هست، برای همه هست. هر کی چقدر دلش میخواد بردار واسه خودش. خجالت نکشی، پر کن این جیبت. نشان
نشانه به این درخشانی جلوی چشممونه ولی ما انگار نمیبینیمش. حتی میبینیمش ولی انگار نمیشناسیمش. شما موافقی این خانم غنا؟ بله. نه نه. چطور؟ اول که گفتی موافقم. بگو موافقم. موافقم. خیلی خوب، حالا دیگه بحثو ادامه بدیم. بله، همونطور که خوشبختانه خانم غنا هم موافقن، این انرژی خورشیدی درست مثل حساب بانکی پر از پوله که هر چقدر ازش برداریم از پولاش کم نمیشه. ایول استاد. بله درسته، ایول ایول. من چه فایده، چه فایده که این ایول یک ایول واقعی که نیست، در وجود ما هنوز واقعی نشده، یه ایوله به عمق 2 سانت، ژرفا نداره که. ما هنوز بلد نیستیم از این حساب نامحدود خورشیدی که در اختیارمونه چطوری میتونیم انرژی بگیریم که نیازمون به انرژی های دیگه به حد اقل برسه. برعکس، پامونو گذاشتیم رو گاز، داریم با سرعت نور دخل تمام منابع انرژیمونو میاریم، داریم همه چی رو تمام میکنیم، همه چی رو نابود میکنیم. دیگه هیچی نمیمونه، نه آب، نه گاز، نه نفت، فقط بدبختی میمونه. بیچارگی، گرسنگی، سرما، ترس، وحشت، گند، کثافت. حتی ممکنه تا اونجایی پیش بریم که آدم ها مجبورشن به خاطر نجات خودشون از گرسنگی و سرما لباس تن خودشون رو بسوزونن. حالی نداره که، فقط کافیه یه دقیقه خودمون رو جای اون نسل بیچارهی تصور کنیم که قرار این سفره خالی از نعمت رو به ارث ببریم. ما در طول تاریخ زندگی بشر رو چی بیشتر از همه تهدید کرده بچه‌ها؟ حشرات و سم‌ها، آلودگی، آلوجنگ، جنگ. جنگ. جنگ خانمان سوز. به چه دلیل؟ دلایل اقتصادی، تعصب مالی. مثلا دلایل سیاسی میشه. همه اینا زیر مجموعه یک دلیل عمده است. این که میزان نیازمندی ها از دارایی ها خیلی بیشتره. خیلی بیشتره. در واقع من میگفتم همه چی، چون هیچ وقت نشده با کسی حرفی بزنه و تخیلم اینقدر طولانی پرواز کنه. اما امروز برای اولی ما با حرف استاد رازیانی تخیلم ایجوری فهمید. استاد، پس انرژی شیمیایی چی؟ بعید میدونم جایگزین مناسبی برای سوختای فسیلی نیست. میزان آلودگی و خطرش خیلی خیلی بیشتره، ضررش از فایدهش خیلی بیشتره. بنابراین دوباره سوختای فسیلی مرکز توجه قرار میگیره. و اگه اوضاع همینجوری پیش بره، هیچ بعید نیست جنگ جهانی بعدی به خاطر یک بطری نفت یا فقط یه لیوان آب اتفاق بیفته. بله درسته، وای 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 به همین وحشتناکی که الان شما دارین تصورش میکنین. ولی موضوع اینه که آدم ها این چیزا رو میشنون اما جدیش نمیگیرن. فکر کنم پرت و پلا یه مش دانشمند خلو چلو در دیوونه است، ولی واقعا اینطور نیست. به جان قنات و بادگیر که اینطوری نیست. موضوع خواست جمعیه، یک خواست جمعی باید شکل بگیره برای که انرژی های پاک وارد خونه های ما بشن. بعد بخوایمش تا بیاد، نخوایمش که نمیاد. موضوع انرژی پاک موضوع روان پاکه. روان پاک استاد، روان پاکه دیگه خوب نیست. دورجون تو روان پاک معنی میده. چه معنی میده؟ چه معنی میده؟ هر معنی میده خوبه دیگه، چون پاکه خوبه. نظریه اکوسایکولوژی همینو میگه، میگه چون ما آدم ها از طبیعت و انرژی های پاک دور افتادیم، هممون داریم خل، کل، دل و دیوانه میشیم. و
ببخشید البته، ولی حقیقته. مثلاً صدای چیه؟ از کجا میاد؟ استاد حال میتونی خور بریم طبیعت گردی کنیم؟ البته کلاس هنوز تموم نشده خانم قناد، ولی اگه شما بخواییم بله میتونیم بریم. سلام خانم کوی. بله سلام. اینم پاداشتم. دست شما در نکنه جا. ولی هنوز عالی نیست. الو گوشی هنوز یه چیزش کمه. چیزش کمه جی؟ چطوری بابا؟ خوبی بلبلم؟ شما بریم هم میبینم قربونت برم. رسیدی به سلامتی؟ الو الو چی؟ کی؟ رازیانی؟ الو بابا میتون نگفتی این نمیا. الو الو چی؟ عجب اجازه رخصی میفهمن ایچی کلون پیش ما میده دست مردم. این نه هلش به اندازه یه، نه میخه کش، نه خورماش تازه یه. حاجم شما داشت الان تعریف میکردی؟ بونه به من بده من این پاداش شما پیش من محفوظ میمونه. هر وقت شیرین تو به حد عالی رسید بیان تحویل بگیرم. بفرما پمپ گازوئیل این خدا وکیلی چند وقت سرویس نشده؟ من میگم ماشین چرا اینجوری کار میکنه؟ اگزوزی آخون خوب باشتون صدای موتور شنیدی؟ بله بله وقت بذار عزیزم برای این ماشین دیگه چشم. اگه ازش نون در نمیاری شما بله چشم به خود برایش حوصله بذار زشته اینقدر از اگزوز شما دود بد میاد بیرون اگزوز ماشین البته استاد الان مهم اگزوز یا دود حرف من چیز دیگه است من میگم این تفلکی زبون نداره بیاد یقه شما رو بگیره از شما عارض بشه شکایت کنه شما هر بلایی دارید میخواد بس سرش بیاری کی استاد اگزوز اگزوز مهرا این اگزوز من الان از اگزوز دارم حرف میزنم یا از این طبیعت طفل معصوم خدا مار گرفتین استاد یک هیچی نمیفهمه درست صحبت کن درست صحبت کن اینی چی نمیفهمه من و تو هیچی نمیفهمی این از من و تو بیشتر میفهمه بله میفهم والا این همه میگن بابا کم آبی خوشسالیه عقل من و تو میرسه گالون گالون آبو هدر ندیم نریزیم تو فاضلاب ولی عقلی میرسه آبو بردار بره تو سفره‌ای زیرزمینی ذخیره کنه برای وقتی که لازم شد نه من نه خودش نه شما از تشنگی نمیریم چی شده گرموس طوری نیست بابا یه جلسه توجیهی دیگه با آقای مهرایی حالا ما یه چیزی گفتیم استاد شما چون ناراحت میشید بگیرین اونور بگیرین اونور چشم واسه درست کردن هر جعبه از این دستمالا میدونی چند تا بچه شاخه میبرن بابا از اینا این چشه این از مال شما بره. یادگاری بعد شما استاد ما اندازه شما کلاس که نخوندیم چی کلاس کلاس چی چه ربطی داره به سواد چه ربطی داره مال فرهنگه مال فرهنگ طبیعت کش نوک دماغ بین ماست بره. بابا زدیم پدر این زمین رو درآوردیم سوراخ سوراخش کردیم دل روده و جگرش رو کشیدیم بیرون اینم که عبایی نداره بعد به هر چی دارید برام گوشه در طبقه اخلاص آقا توقع زیادیه میگه یه عذرخواهی کوچیک ازش بکن طوری نمیمونه این زمین خدا این طبیعت شعورمنده میفهمه روزی که دردش از حد گذشت راه میفته از همتون انتقام میگیره انتقام سخت از دونه دونه تون انتقام میگیره از تو و البته نه خب ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه این چه صداییه بچه ها این صدای زنگ و زنگوله چیه که ما رو اصلا بل نمی کنه صدای زنگ موبایل کیه موبایل کیه جواب بدید چیه زنگ گوشی تو بسیار خوب برای امروزی که بسه از استاد نیکخترم که لطف کردن امروز وقت گذاشتن با ما اومدن تشکر میکنم شما ها بقیتون اما جمع کنی بری پیکارمون آقای رازیانی بله ببخش بچه های خواهشی دارن میگن اگر امکان داره امشب تو کویر بمونی بمونن که چیکار کنن استاد هوا که خوبه شبا کویرم که معروفه به قشنگی حیف نیبریم
بمونیم دیگه استاد. قول میدیم خودمون حواسمون به همه چی باشه. دقیقاً به چی؟ دقیقاً به چی؟ مشخص کن ببینم. استاد قول میدیم در هر لحظه حراست دانشگاه رو نسبت به خودمون حاضر و ناظر احساس کنیم. الان حراست دانشگاه دردی از من دوا نمیکنه خانم جان. اوضاع خیلی خرابتر از این حرفه. بله منم فکر میکنم بهتره بریم. بفرمایید خانم قنادم به درستی تشخیص دادن که موضوع چیه. استاد ببخشید شما دارین به ما توهین میکنین. اصلا اگه چیزی شد شما مستقیما ما رو به کمیته انضباطی معرفی کنین. تازه میگن چیزی شد. فکر کنم چیزی نشده. استاد واقعا مورد انضباطی پیش اومده؟ بله پیش اومده. اگر واقعا یک کمیته انضباطی برای رسیدگی به جرائم علیه طبیعت وجود داشت من شما رو بهش معرفی کرده بودم. آقایون و خانمای دانشجو بفرمایید چیه؟ مایه خجالته. اصلا طالبان درباره چی دارن حرف میزنن؟ این زبونم مو در آورد. بعد بهش سلمونی؟ واسه من خودم ضمانتشون میکنم. دیگه کارشون تکرار نشه. دیگه آشغال رو زمین نریزن. چیو ضمانت میکنید؟ پوست آدامس مال شماست. عادت کردین. میدونین تقصیر خودتون نیست. عادت کردین خودتون رو بزنین به بی‌توجهی. بابا جان این زمین با هر چی که توش هست از کوه و دشت و بیابون تا حتی شهر و کوچه و خیابون اینا همش طبیعته. طبیعتی که داریم روی زندگی میکنیم، راه میریم، نفس میکشیم، رانندگی میکنیم. آقای مهرانی رانندگی میفهمی؟ بله. چیه پس؟ طبیعت. چرا خودتون رو در برابر ناله های دل طبیعت میزنیم به اون راه؟ آه طبیعت بگیره ها، میگیره ها، از خشمش بترسید. واقعا باید برگردیم. بله منم با شما. خب شاید خانم قنات شاید بشه کار کرد. بچه اگه قول بدین آستین همت بالا میزنین و اون آشغالی رو که خیلی بیرحمانه و نابخردانه اینجا ریخته شده رو جمع میکنین شاید بشه دل خانم کبیر رو به دست آورد و امشب مهمونش بود. شما خسته بشی مزاهم نیستم؟ هستم. ببین من نمیدونم چجور سر حرف رو باز کنم، خیلی بلد نیستم. رجب استاد رازیانی میخوان اصلا باز نکنن. یعنی نمیخواید باز کنم؟ فکر کنم باز نکنین بهتر باشه. خیلی خوب، هر جور راحتی. استاد من میگم حالا میخواین باز کنین باز کنین، نه چون من میخوام. خب آدم چه میدونه توی جعبه در بسته چیه؟ حداقل اگه وا بشه توش بمب باشه میشه خونساش کرد. تا اونجا که به گروس مربوط میشه نمیشه خونساش کرد، چون وقتی به یه چیزی فکر میکنه دیگه کسی جلو دارش نیست. خب میخوان دیگه بقیهش نگه. میخوای نگم نمیگم، ولی من باز دو قدم دور میشم صدام میزنم. ببین گروس بیرون از دانشگاه دوست عزیز منه، پدرش هم استاد من بود، هم استاد همسرم. از آدم های نازنین روزگار، از آدم هایی که با وصل شدن خزر به خلیج فارس مخالفه، با ریختن آب دریا تو کویر مخالفه، با مسدود کردن مسیر هر رودخونه مخالفه. من گروس از بچگی میشناسم. تا به حال ندیده بودم غیر از طبیعت و پاکی به چیزی علاقه نشون بده. حتی کسی هم ندیده بودم اگه خوب به حرفش گوش بده یا وقتی اون داره حرف میزنه چشاش برق بزنه. الان یه مدتی هر دوتون رو دارم نگاه میکنم. میدونی شیرین، گاهی آدم ها 50 سال میگردن تا یکی رو پیدا کنن که حرفشون رو بفهمه، یا نمیدونم یا تخیلشون فعال کن. آره دقیقا، ولی پیدا نمیکنم. ممکنه یه آدم خیلی خوب، یه آدم همه چی تمومم هم پیدا بشه، ولی اون نباشه که باید باشه. میفهمی چی میگم؟ کاملا میفهمیدم، چون یه هفته قبل از این سفر علمی این همین برام پیش اومده بود. یعنی روبرو شدم با یه آدم همه چیتمون. شرکتی که من تأسیس کردم یه شرکت کوچیکه، ولی خب خدا رو شکر روز به روز پروژه‌ام داره بزرگتر میشه. کارمندایی هم که برام کار میکنن همشون این خود من، یعنی یه سری از بچه‌های شریف تهران و فنی کرمانن که دور هم شرکت رو با هم میگردونیم. همشون هم ازدواج کرده، با سواد، اهل ورزش. شریف
بله شریف، که ما مثلا تابستونا با هم جمعه به جمعه میریم تنیس، شطرنج، زمستونا فوتسال، یوگا. فرهاد من در آسیا مدال شطرنج رو داره. بله چیز مهمی نیست، من فقط یه پوان مثبت این مسابقات برای من داشتم، من دوستای زیادی از سر تا سر دنیا پیدا کردم. البته فرهاد جون انگلیسیش هم خیلی خوبه، از بچگی فرستاده بودیمش کلاس انگلیسی. بله. یه مدتی هم خودش تافل درس میداد. بله کلاس انگلیسی رفتن منم داستانی داشتم. فرهاد جان الان وقتش نیست، اونم تو مراسم خواسته داری. نه اجازه بده بفرمایید، انگلیسی میگفت. بله من ترجیح میدم همه چیو بگم تا شین خانومم بدونم. آره راستش من خیلی سخت کلاس انگلیسی میرفتم و سعی میکردم همش کلاس انگلیسیمو بپیچونم و برم کلاس موسیقی، ولی در صورت هر جور بود ادامه دادم، البته به اصرار پدر مادرم. علاقه به موسیقی چی شد پسرم؟ دو هفته دیگه کنسرت پیانو داره در سالزبورگ. ببخشید چیزبورگ؟ سالزبورگ. It's not important. من فقط بین 100 پیانیست برتر جهان انتخاب شدم برای رسیتال پیانو. پسرم در مورد خونت نمیخوای حرفی بزنی؟ والا خونه من اینقدر کوچیکه که دیگه در موردش صحبت نکنیم، بهتره یه خونه نقلی و فقط 180 متره. در خریدنش هم اصلا نذاشت ما هیچ کمکی بهش بکنیم. آقای فرهاد ببخشید یه سوال، مثل شما چند تا تو ایران هست؟ جانم میخوام بدونم با تفاصیل دیگه امیدی هست کسی اومد دختر بده یا نه؟ بعد شما هم یه دونه یه دیگه، نه تکثیر که نمیشه. شما صلاح بدونه ما در خدمتون هستیم، یکی دو روز دیگه میرسیم خدمتون برای گرفتار جواب قطعی. بله فکر کنم اینجوری بهتره، بالاخره شیرین خانم هم یه وقتی میخوام برای فکر کردن. نه چه فکر کردنی مادر من، کار خیر که نمی با برقه بندازن. بعد منم فکر میکنم همین الان جواب بدم بهتره. چی؟ ای داد چی تو شد؟ شفی وقتی هم فکر بکن. ببخشه میشه یه لحظه به من گوش کنن؟ جانم من تو تاریکی بهتر میتونم حرفم بزنم، از همه لطفی که به من داشتن ممنونم، ولی نظر من قطعا و 100% منفی. خیلی طبیعی بود که جواب منفی من به یاد من چی تموم باعث نگرانی پدر مادرم بشه. خب بابا چه خبره؟ خبر که زیاده، جنگ جهانی سوم شروع شده، دارو سرطان کشف شده، تکلیف انرژی هسته یا فکر کنم معلوم شده. دیگه بگم؟ بگو. خب پدر من، منو شما همین 10 دقیقه پیش با هم صبحونه خوردیم، چه اتفاق مهمی میتونه توی 10 دقیقه افتاده باشه؟ برام از زرنگ بازی در نیا، من خبرها 10 دقیقه پیش نمیگم، خبرها قبل ترش میگم. مثلا چه جور خبرهایی؟ چی میدونم، مثلا رازم مگو. میفهمی بابا یه چیزایی تو زندگی آدم هست که آدم نمیتونه بگه، یعنی سخت، مثلا گفتنش سخته، به هر کسی نمیش بگی. هرچند تو الان تو یه سن سالی هستی، یه قلب و کوچولود هر لحظه ممکنه یه زمزمه ای، آهنگی، صدا زنگی توش به گوش برسه که فقط خودت میشنوی. ها پس برای همین امرو با ماش خودتو نرفتن کارخونه. حالا تو فرض کن من برای همین نرفتم، میخوای بگی یا نه؟ آخه پدر جان من اگه خبری بود که شما اولین کسی بودین که بهتون میگفتم، هیچ زنگم به صدا در نیومده هنوز، خیالتون راحت. میدونم نگفتم به فرهاد نعیمی کار عجیب غریبیه، ولی خب اونم زنگی به صدا در نیفت. خیلی خب باش، پس من دیگه خیالم راحت باشه که تو قلب کوچولو دختر من هیچ صدای زنگی در نیومده. حتی زنگوله؟ حتی زنگوله. حتی درنگ درنگ چرخ؟ حتی درنگ درنگ چرخ. باش فقط یه چیزی. چی؟ هیچی، ولش کنه. نه دی بگو دیگه، الان گفتی دیگه، ما تا تش بگی. خب بگم خنده تو میگه. باشه بگو. با کسی دیگه ای در میونه؟ نه اونجوری که شما فکر کنه، یکی از استادای دانشکده، استاد کارگاه انرژی پار، تازه اومده، هیچکی خیلی نمیشناستش، یه خورده ای هم عجیب غریبه، ولی یه خورده با من بیشتر عجیب غریبه. یعنی من هرچی سر کلاس میگم یه ساعت به به چه چه میکنه. خب این نشون میده آدم باشعوریه. دیگه؟ دیگه آه موبایلم نداره، موبایل بعدش میاد. آفرین علی. استاد محترم تو چند سالشونه؟ از این آدمایی که نمیشه سنش درست تشخیص بدی. وقتایی که من سر کلاس هم 31 دو ساله به نظر میاد، اما سپیده میگه وقتایی که تو نیستی یا یه خورده دیر میرسی شبیه 42 ساله ها میشه. یعنی چی؟
خب دیگه همینه دیگه بابا. حرفی هم تا حال بهت زده؟ نه فقط یه بار سر کلاس گفت باید خانم قنادو میخونن به دیوار به عنوان ماکت یک بی. چیکارت کنن؟ میخونن منو میخونن. یعنی چی میخت کنن به دیوار؟ با من ایخه بدم یه از این آدمای شوخی نابجا میکنن. یعنی چی؟ اسمش چیه؟ بابا نه جون بابا جون بابا بگوی نه اسمش چیه؟ گرس رازیان خارجیه. نه بابا اسمش هم اسمش خیلی طبیعیه. اه حالا یه میخ چکوشی نشونش بدم. آهای بیدارشین تنبلا گفتی خوابیدی؟ این همه خوابیدی چی گیرتون اومده واقعا؟ پاشیم بیایم بیرون، پاشیم بیایم شب زنده داری کنیم با این آسمون. نگاهشون کن ای خفته کنه غافل، من رو نگاه میکنی؟ سرتون رو بالا کنی آسمون خدا رو ببینین چه خبره تا خواب از سرتون بپره. بی نهایت فقط اینجا میشه پیدا کرد، فقط اینجا. بذارین تصویر این بی نهایت تو چشماتون منعکس شه. گردش چرخ فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درا. صبح بخیر خانم عزیز. اگه راست میگی بازم صبح بخیر. صبح شما بخیر خانم شیرین. صبح بخیر. دیدین جوابتون رو داد، باهاتون ارتباط برقرار کردین، عالیه. بفهمیم مال شماست. قشنگه. بله در این صبح دلنگیز در حضور خانم کبیر همه چیز مبین اینه که من بهترین و سرراسترین و زیباترین حرف جهان رو به شما بزنم. حرفی که البته قواعد پیچیده ذهنی گفتنشو پیچیده و پر از سوء تفاهم کرده، اما این تقصیر ماست. این حرف از یه حس ناب میاد که منشأ آفرینش بود. چرا اینطوری به هم نگاه میکنین؟ هر چی فکر میکنم نمیتونم بفهمم. شما چطور میتونی یه نفر کتک زده باشه؟ کی من؟ کجا کی؟ اصلا اشتباه کردم ببخشید. مطمئنی؟ بله. جدی نگفتی؟ نه ببخشید. حالا کجا میرین؟ من که هنوز حرفم تمام نشده. اصلا شنیدین من چی گفتم؟ حقیقتش نه. درباره بهترین حرف کائنات میخوام با شما صحبت کنم. میخوام با همه وجود بهتون بگم این دیگه چه جور جونوریه. استاد حرفتون همین بود؟ آقای مهرائین برادر، باز که از اگزوزت داره دود بد و بوی بد میاد بیرون که اول صبحی. چرا این درست نمیشه؟ نمیده استاد. کو چشه؟ بیا پای میرم. اون لحظه خودم میپرسیدم واقعا چطور ممکنه یه آدم اینقدر ظاهر باطنش با هم فرق داشته باشه. یه روزای از طبیعت دفاع کنه، یه روزای هم بیفته به جون طبیعت آدم ها. همچی چیزی چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ این آب خوردم بابا خبر نداری. من که الگی حرف نمیزنم، تحقیق کردم دخترم. میشه جوازش زیاده، کمش کنم به جاش میخه کش اضافه کن. واقعش خوب بار کرد. دیدین گفتم اخ یه شیرنه چه بروسار میده، چه بو سار میده بابا. این تخمرغار بیشتر به هم بزنه. چشمش یکم بیشتر بتونه دستون در نمیاد. خیر ببینه خورما زرد بزمونی، صد بار گفتم خورما زرد بزمونی. من گفتم تو کلامپ شما خورما کروته بزنه. گیرش نومد دفعه بعد چشم. بله نه او بلیط یزدی که گفتم اون دو روز مونده به مجمع قنادا بگیره. دستتو درد نکن. این تفرشی هم میگم بیا تو. من هیس المجموع بد نیست، ولی بد نیست کفایت نمیکنه برامو. میباید درجه یک باشه بابا. این شیرینی آبرو خاندان قناد و کرمونه. چشم مراعات کنه. چشم دستون در نکن. بفرم سلام آجی، کار تموم خلاص رفتم زیرو بمشه کشیدم بیرون. سلام، خسته نباشید. خوب هستین؟ دفتر دکتر سامری؟ امرتون. بنده تفریشی هستم، میخواستم جلسه داشته باشم. موضوع جلسه؟ آینده دانشجویان این مملکت در ارتباط با پروژه هوای پاک انرژی های نو پاک. تشریف داشته باشن، الان جلسه دارم. ممنون. رازیانی
نشسته بودم یه دفعه دیدم در وا شد و یکی اومد بیرون، یه آدم منفی منفوره مش تلخ. نه بابا خب. بعد من یه سوال از شما دارم، شما جسارت رو ببخشید البته، شما چرا اجازه دادین همچی آدم مارموز شارلاتانی بیاد خواستگاری دخترتون؟ تو هر داره یاوه میگی تفرشی، من کی اجازه دادم همچی کسی بیاد خواستگاری دخترم؟ خب پس برای شما فرستادین تحقیق. برای چی؟ نخود چی؟ خود کار توی کارا نباش، من یه چیزی تو مغزمه. داماد 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 بقیهش بگو. بیشتر دقت کردم گفتم بذاری موقع بخواه نکرده اشتباه نگیرم. پس که تو پیدا ببخشید من معذرت میخوام. خواهش فکر کردم شما فکر کردین که من همین استادی که الان رفتم بیرون هستم؟ بله خواهش میخوام بفرمایید. خواهش میکنم. افتخار آشنایی ندارم. من تفرشی هستم، از جانب پدر یکی از استعدادهای درخشان شما خدمت رسیدم. فکر نمی کنم آقای تفرشی گفته باشه استعداد درخشان، این احتمالا بابام اضافه کرده باشه به حرف آقا تفرشی. بگمونم تفرشی گفته از جانب پدر یکی از دانشجوهای شما. از جانب پدر یکی از دانشجوهای شما خدمت رسیدم. خواهش میکنم. بابت تحقیق درباره همین استادی که رفتم بیرون، آقای زاریانی، گرروس زاریانی. بله استاد گرروس رازیانی. بله 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 خدمتتون عرض کنم که پدر خانم غمنات خیلی اصرار داشتن که این موضوع کاملا پنهون بمونه، سیکرت. حتما از لحاظ آبرو حیثیتی اینجور جریان بین استاد دانشجو آخر عاقبت خوبی نداره. درسته. به ویژه خانم غمنات که جزو استعدادهای درخشان این مملکت هم هستن. این دیگه شک ندارم جمله خود بابای. بله شما درست میفرمایید جناب تفرشی. بله جناب تفرشی، راستش بخواین استاد رازیانی از مدرسین جدید ما هستن. ایشون یه ترم آزمایشی دعوت شدن تا انشالله ببینیم چی پیش میاد. به نظر شما ایشون برای استادی یکم جوون نیستن؟ بله خیلی جوونن. همینم باعث درد سر شده. دقیقاً چه جور درد سریه؟ راستش من الان سر یه دورهی اخلاقی گیر کردم. از یه طرف حیثیت یه استاد و از طرف دیگه سرنوشت یک دانشجوی به واقع با استعداد. بابا یک دانشجوی نمونه. بابا خیلی خوب، یکی از دانشجو هم حالش. بله بله تشریف بیارن، خود استاد رازیانی هستم. کجایی؟ چرا یهو ساکت شدی؟ انسان هم انقدر چیز؟ چیز؟ یه تو اتاق نشسته بودم دوباره برگشت اومد تو. خب؟ اومده بود که امضا بگیره با این شاگردهای دختر با هم دیگه برن سفر گردش علمی تو کویر. نه بابا، یعنی فقط با شاگرده دختر؟ آره نه نمیدونم، شاید پسره رو ببرن. از اتاق رفت بیرون، منم سری دنبالش رفتم که گمش نکنم. همین جوری نامحسوس تعقیبش میکردم. نامحسوس میگن دیگه. آره نامحسوس. گفتم من باید بفهمم این آدم اصولا چه جور آدمیه. جدی زدتش؟ زدتش؟ اگه کارگران نرسید بودن کشته بودتش بابا. وای باورم نمیشه. باورت بشه عزیزم، من نمیدونم دانشگاه چجوری اجازه داده یه آدم بیا درس بده. بچه مردم چرا میرن سر کلاسش میشینن بابا؟ یه آدم یاقیه. کیم هم کشته مرده نداره جان؟ یعنی بعضی هم طرفدارش. ای با همین قیافش؟ شما قشنگ دیدنش. ببین بابا من کاری به مردم دیگه ندارم، من میگم تو خودت دختر با فهم و شعوری هستی. شیشتون حواست جمع کن، این آدم درستی نیست. اگر یه دفعه دیگه من پاش از گلیمش درازتر کرد با تو شوخی نابجا که میخ چه کش از این حرفا به من خبر میدی چند نفر میفرستم پوستش بکنم. من با همچین آدمی چطور برم سفر علمی؟ سفر علمی؟ ها کلاس هفته بعدش میخواد تو کویر تشکیل بده. تو کویر برا چی؟ کلا اینطوری بابا، همه کاراش عجیب غریبه. نه بابا عجیب غریب نیه، آدم میدونی یه آدم دیوانه است. یه موش در شما میخواد بردار ببر تو بیابون خوراک مارموش کنه بعدش خودش سه سال برگرد بیا. بچه هم همینا رو میگن. خب برای چی بلند میشه با یه آدم میره یه آدم نامطمئن؟ چاره ای ندارم بدبخته بگیرنم این دستشون. ای بابا کجا میندازتشون؟
نمره منظورمه، نمره نمیده بابا. نه او که خیالت راحت، اصلا کسی جرأت داره نمره دختر حاج شفیق قنان نده؟ شما نخوان من نمیرم. آفرین بابا، حال شد. خاطر جمع؟ خاطر جمع. ختم مذاکرات؟ حاج شفیق ختم مذاکرات. اما برخلاف انتظار، او روی دیگه استاد رازیانی که بابام ازش حرف میزد توی سفر بالا نیومد. همه چی به خیر گذشت. ما همه سعی و سالم برگشتیم خونه همون. سرگیجه گرفتن یه جا بشین. اصلا توی این وقت روز اومدی به خون چیکار بکن؟ آی بچه دور کرده گوشیشم خاموش اومدم. بیا اومد. بی خودی جوش میزنی شما. سلام چطوری؟ سلام ماما توی؟ سلام. اشکلون تو منظر معلوم بود. الهی قربونت برم. اومد بابا. خوش سلام. سلام. گوشی چرا خاموشه؟ سلام مام که باسی شما شده. ای بابا. جونو بری چیزی نکنده. جونو بر کشم. خوش گذشت ماما. جونو بر دو پاچی. هیچ جور جونو بر نبود که بیر عالی. خدا. چرا خوشن کردین تو رو؟ چی میگی ماما؟ چرا آقا چرا خاموشه؟ چرا رو روشن ماما خاموش کن. ای بابا. روشنه بابا. آقا چه چرا؟ آقا این چرا؟ بیا بشین ببینم چیکار کردی کجا رفتی؟ چرا بوده دست شما اینجا ماما؟ بابا داره ضعف میشوره کو یه دقیقه بشین. سلام سلام شیرین خانم خسته نباشید. شیرین جان شیرین خانم دارم ضعف میشورم. دارم میچینه نمیشورن که دختر من. بله ماما. ماما جان این دور آفتاب زیادی زده به سره. نه ماما خب خونه روشن. چی رو دادی رو چرا؟ من ماماش چرا میزنه من چرا روشنه؟ دخترم رفتی برگشت اون دیگه دادی رو چراغا برا چی؟ میگم یه استاد رازیانی که پاش اگلیمش درستر نکرد. هیچ کاری نکرد بابا. شما موضوع رو جدی گرفت. اونقدر هم مهم نیست. استاد رازیانی واقعا آدم بدی نیست. هست بابا تو خیلی ساده. ولی من که دیگه نمیتونم گول بزنم. حالا فردا صبح سنگام باش با میکنم. بابا تو رو خدا ول کنه. کاری به کارش نداشته باش. این ترم مثل ترم دیگه تموم میشه میره. من کاری به کارش ندارم. اون آقا کار رو کار ما داره. صبح اول صبح زنگ زده دفتر قرار گذاشته برای فردا صبح. شماره دفتر میگم شیرین دست بابا در نکن خیلی خوشمزه. من مونه تو چجوری مرز قهر نمیگیری بای شیرینی بابات میار تو خون تو ولی خدایش خیلی خوش گذشت. استاد رازیانی بدبخت هم لولو خورخور نبود. رخصت میدین لولو خورخور یه چند دقیقه با خانم قنات صحبت کنم؟ ببخشید استاد. من خواهش میکنم استاد. خوش گذشت. بفرمایید استاد. خیلی ممنون دست شما درد بکشه. خوبی خانم قنات چطور؟ عکس پدر گرامیه؟ جبروتی حیبتشون دارم میگیره. من از خانم نیکختر خواهش کردم جاشون مانم واسه کنم که من بتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم. راستش خیلی بی مقدمه میخوام خدمتتون عرض کنم که چه غلطی داری میکنی تو؟ این کیه؟ این چیه؟ این چه غلطی داری میکنه اینجا؟ وایسا ببینم مهرایی عجب نه این میخواست رد گم کنم. اونا مادم خودش بودن تو بیاب خیلی زرنگه. شما رو نمیدونه کجا گیر آورده. ارو جعبه کلمپه. بابا شما از طرف من بهش بگید نه. یه نقاطه. یه نقاطه؟ بله دیگه شما جواب منفی بدین بهتره. بالاخره استادمون رومون تو انبانش. یعنی ماشاءالله به این شعور و ادبت. الحق دکتر حاج شفیق قنادی. ختم مذاکرات. ختم مذاکرات. راجب این آدم یه مسئله هست نمیدونم صلاحی که بگم یا نگم. هرچی درباره آدم میدونی بگو برو به کارت برس. دو سالم زندان بوده. زندان چی؟ سیاسی؟ نه چک. یه چک بی محل کشته. درباره خانمای چیز هستن. چهار تا خانم بوده بودن دادگاه چک دستشون بود. من دیدم. وقتی پدرم وجودی توش برا نجات آینده من بالبال میزد و منتظر اومدن گروس رازیانی بود. سر استاد جا دیگه ای گرم بود. پس با این اوصاف به راحتی میشه گفت که این طرف بهشت برین اون طرف چه از کام بالله جهنم زمین. خب نه با این قطعیت چون ممکن اصلا قضیه برعکس باشه. یعنی اون طرف بهشت باشه و این طرف جهنم. ما هنوز درباره هیچ کدوم ایده تا تر توجیه نیستیم خانم دکتر. مثلا این تر محیط زیستی استاد رازیانی دل عالم رو میفرمایید دیگه جناب. ببینید طرحهای مشابه لاکچری لایف کار مهندس ترتیزکی حساب خودشونو پس دادن. ما شناخت داریم ولی در مورد طرح چیز خانم دکتر دل عالم دو کلم است. بله بله در مورد این تر ما تقریبا هیچ چی نمیدونیم. چطور نمیدونین؟ خیلی تعجب انگیزه که بعد از 2 ساعت توضیحاتی که من دادم شما اینو دارین میفرمایید. خیلی خب اگر نمیدونید راه بهتری میتونیم امتحان کنیم. خیلی ساده تر و آسون تر من شما رو میبرم میذارم وسط دل عالم. حالا لطفا چشماتونو ببندید. بفهم. چشماتونو بله ببندید.
آسون ترین کار دنیا خانم دکتر ساملی هم لطف بکنه زیر چشمی نگاه نمی کنه. بستم چشم و رازی اینه. پس بنابراین تصور کنید که داریم تو دل کویر با هم دیگه پیش میریم، تو دل کویر زیبا میرسیم به یه جایی، یه جایی خیلی قشنگ و عجیب. واو اینجا کجاست؟ اینجا دل عالمه. خواهش میکنم تعارف کنید، بفرمایید داخل، بفرمایید و این خونه های سبز و زیبا رو از نزدیک ببینید، خونه های دوستدار طبیعت، خونه هایی که هیچ انرژی توشون به هدر نمیره، فاضلاباش بازیافت میشن، زباله هاش دارن تبدیل به کود های طبیعی میشن، همه انرژیشون رو دارن از خورشید و باد به دست میارن. به طراحی سخت ها نگاه کنید، این طراحی برای اینکه آب بارون ذخیره بشه، بنابراین در دل عالم حتی یک قطره آب هدر نمیره. به این گیاه ها، گل ها و سبزه های تر و تازه اطرافتون خوب نگاه کنید، به اون درخت هایی که پر از میوه های رنگارنگ و طبیعی و خوشمزن. اینجا از سم و کود شیمیایی و دود هیچ خبری نیست، بنابراین با خیال راحت بتونید نفس بکشین. نفس بکشین. واه این نسیم خنک تو دل این طبیعت داره از کجا میاد؟ به صدای پرنده ها گوش کنید، اینجا پر از پرنده است. خدایا حتی فکرش هم حس خوبی به آدم میده. حالا بگید احساس واقعیتون از بودن در دل عالم چیه؟ احساس دلپیچه. وا خیلی خیال پردازان است رازیانی، خیلی خیلی. من فکر میکنم اصلا وقت تلف کردن باشه. خیال پردازان اگر بود من در حال آماده کردن نظیر نبودم، یکی از همین نمونه ها. خب این نمونهاتون که آماده میشه؟ حتی اکثر خانم تا یک ماه. یک ماه خوبه ولی بیشتر نمیتونیم صبر کنیم. حتی شاید بتونم من قبول دارم که این طرح مزایایی داره، اما ببینید لاکچری رف علاوه بر اینکه آماده است خیلی واقع بینانه است. واقع بینانه؟ بستگی داره تعبیر و تفسیر ما از واقعیت چی هست. شما چطور اسم اون پروژه رو میذارین لکچری لایف؟ اون پروژه انمی لایفه. اون پروژه و امثال اون پروژه به هزار یک دلیل بر ضد طبیعت و زندگی هست. ببینه ما هنوز در مورد هزینه های این پروژه دل عالم توجیه نیستیم. بله بله درست حق با شماست. خب بنابراین چاره ای نیست که باید بمونم دیگه، باید بمونم و شما رو در مورد هزینه هاش توجیه کنم. جوری همین اول داستان چجوری من گذاشت سرقه؟ زنگ بزنی به هات شفیق قنات قرار بذاری یا قرار نیای حال درستش میکنم. عجب جونوری، عجب جونوریه، عجیب ما رو دست انداخته. بله حاجی آقا ماشینم در منتظره. باش اومدم حاجی. الان حاج چه وقت رفتم به جلسه قنادانه؟ اونم چی یز؟ خب مینداختون کرمان. بچه دی فهن کنن رو اصل بیا من نش میام. جدی نیومد؟ همون از حال خود بابا نگرده. حالا شما خودتون ناراحت نکنه. باشه میام خونه صحبت میکنی. خدا سپیده، سپیده من میرم. کجا؟ خونه. سلام سلام خانم شیرین. خانم شیرین کجا میرین؟ نرین مگه شما کارگاه انرژی ندارین؟ سلام استاد. سلام ببخشید ولی من خیلی عصبانیم. ای وای چرا؟ اونقدر عصبانیم که شاید یادم بره شما استاد من هستین و حق ندارم با اتون اینجوری حرف بزنم. چی شده مگه؟ فقط یه جمله، یه جمله و نیم. حالا دو جمله. دو جمله تموم. من هرچی هم کوتاه بیام بی احترامی به پدرم اصلا کوتاه نمیام. بله درسته. خب منم کوتاه نمیام. شما از چی کوتاه نمیام؟ بی احترامی به پدر شما رو اصلا منم کوتاه نمیام. ولی من حتم دارم اگه براشون توضیح بدم حتما قبول میکنم. اینو ببینید. به به. این برای شماست. و آب. آب بچه. این آب عزیز. بی بدیل ترین معجزه طبیعت. مایه حیات. داره چه بلایی سرش میاد؟ مثل خورشید که نیست، تمومی نداشته باشه. یه منبع لایتناهی. تموم میشه. تموم میشه، ته میکشه. چرا؟ چرا؟ چون علاوه بر اون رفتارهای بعضن بیرحمانهی که ما باهاش انجام میدیم، یارو حیات خونهشو با شلنگ آب با فشار آب داره جارو میکنه. بهش میگی چرا؟ میگه پولشو میدم. این شد حرف؟ بگیرم چه آنهایی باید چی گفت؟ علاوه بر اون رفتارها بخشی از این هاشتهای محبوب داره در فرایند تبخیر و بارش ناپدید میشه. بچه نمیخواستم گوش کنم، سعی میکردم به چیز دیگه ای فکر کنم. این حجم تخیل من که گروس رازیانی توش فعالش میکرد روز به روز برای من جدیتر میشه. ناپدید میشه بچه ها. میل دارین یه خورده از حواستونم به من باشه خانم قنات؟ بله صد. البته اگر کتابی که شما دارین میخونین از چیزی که من دارم میگم جالب تره، من ترجیح میدم که بلند بخونین ما هم گوش کنیم. این به مراتب خیلی خیلی درست تره. یعنی از سر وقت رسیدم به قرار ما هم درست تره؟ خب نه البته که
چیزی از اون درست‌تر نبوده و نیست. نیست مگر دل عالم. ببخشید استاد، منظورتون دقیقاً از این دل عالم چیه؟ منظورم دقیقاً از دل عالم همون دل عالمه. دل عالم نامفهومه؟ نه، یکم ایهام داره. خب پس بذارین اینطوری براتون شرح بدم. دل عالم همون جاییه که مردمانش دلشون برای عالم میتپه. به خودشون یاد دادن چطوری همدل و همگام با این طبیعت خدا زندگی کنن. به خودشون یاد دادن اگر فقط یک دقیقه کمتر زیر دوش آب وایسن، در سال هر نفرشون میتونه 7000 لیتر آب رو از جاری شدن به فاضل آب‌های آلوده نجات بده. هر نفر 7000 لیتر. ببینید بچه‌ها، نگهداری از این همه نعمت فقط یه خود شعور و عشق میخواد. اما ما نمیخوایم بهش تن در بدیم. ما به اون یک دقیقه نمیخوایم تن در بدیم. بنابراین برمیگردیم سر نقطه اول. دوباره قحطی میشه، کم آبی، تبدیل لوله های آب به لانه انواع حشرات، باکتری ها، چیزهای موذی، مخرب، بیماری‌زا و زشت.